استان تکان دهنده در یک مجله منار الایمان عربی که از دوستان در استان فارس به من داد خیلی تکان دهنده است. من خوندم، ملخصش اینه: در شهر بزرگ اسکندریه مصر، کشور مصر، ولی وقت تمام شده، ولی این مختصر دو دفعه بیشتر نمیگیره، معذرت میخوام. در شهر اسکندریه مصر پیرمردی سالمند قصه‌ای را روایت میکنه، میگوید این همین چند ماه پیش بوده. میگوید در اتوبوس مسافربری سوار بودم، مسافرها تکمیل شد در ایستگاه، صدا زدن حرکت، میخوام حرکت بکنیم، مسافرها سوار بشن. جای یک نفر دو نفر خالی بود، صندلی جلو من. شاگرد به این طرف این طرف نگاه میکرد تا اینکه در همین اثنا یک دختر جوان مصری مسلمان با لباسی خیلی زننده و بدریخت و نیمه لوخت با هیئتی خیلی زشت و قوی، مسلمان و مسلمان زاده بود، کشور مصر، آمد وارد شد. یک کیفی هم بر کتفش بود. وقتی وارد شد موت و بدن من سیخ شد و کل مسافرین همه مات و مفقود شدن. حیرت آور بود. آمد برعکس جلو من رو همون صندلی خالی نشست. من همینجور حرص میخوردم، گفتم که بهش بگم چهار کلمه نصیحتش بکنم یا نمیخواد، من چه کار دارم؟ ولی وجدانم قبول نکرد، گفتم این نوه منه، این دختر منه، این دختر مسلمانه، این ناموس اسلامه، من وظیفه دارم، وجدانم معذره، باید بگم. یک واشکی بهش گفتم که دخترم بهتر نبود خودتو میپوشوندی، سنگین تر نبود. از روی دلسوزی من جای پدر بزرگش بودم. به مجردی که همین کلامو گفتم از روی صندلی بلند شد. من فکر کردم میخواد تشکر بکنه، بلند شد، هرچی حرف زشت در دنیا هست به من پیرمرد با صدای بلند زد، اما آبروی خودش و هم منو نابود کرد. گفتم استغفرالله، لا حول ولا قوت الا بالله، با چه چیزی مواجه شدم. بعد نشست رو صندلی، یک نیم ساعت نشست، اتوبوس رفت، دوباره بلند شد. گفتم حتما داره فکر میکنه که اشتباه کرده، میخواد معذرت خواهی بکنه. دوباره بلند شد، با یک تکبر و غروری کیفشو در آورد، در کیف باز کرد، یک تلفن همراه داخل کیفش بود. گفت پیر مرد خرفتی، تو که میگی خدا و جهنم و آخرت، این تلفن منو بگیر، به اون خدا زنگ بزن تا غرفه‌ای و اتاقی در جهنمش برای من رزرو بکنه. گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، انا لله، استغفر الله، خدایا من با چی مواجهم؟ بعد میگه دختر نشست، تلفنشو گذاشت و نشست، سرش گذاشت روی صندلی جلوی، سر بلند نکرد، ماشین رفت تا رسید به مقصد. بعد میگه شاگرد گفت اینجا آخرین ایستگاه، پیاده بشید، رسیدین. بعد میگه همه پیاده شدن، ما چند نفر نشسته بودیم. شاگرد آمد گفت که خانم رسیدیم، سرت بلند کن. جواب نمیده. خانم به مقصد رسیدی، مسافرها پیاده شدن، تو فقط موندی. گفت جواب نمیده. میگه دست زد به بدن این دختر جوان، افتاد تو راه رو، نگاه کردن که نفس خالی کرده. همون جایی که گفت از روی تکبر، وقتی دعوت شد اتمام حجت شده، باقیش دیگه با خداست. همون جایی که گفت غرفه‌ای در جهنم برای من رزرو بکنه، همونجا خدا قبض روحش کرد. خواهرای بزرگوار، برادرای بزرگوار، جوانای عزیز، پدرها مادرها، اگر گناه میکنید، خصلت انسان از روی تکبر گناه نکنید. اگر گناه میکنید توبه بکنید. گناه کردن مهم نیست، توبه کردن مهم است. معذرت میخوام بابت این چند دقیقه که طولانی شد. از جناب استاد و رهبر بزرگمون حضرت مولانا حفظه الله و دیگر نمازگزاران عزیز، خصوصا اونایی که در خیابانن، به همه شما خداوند جزای خیر عنایت بفرماید. طاعات و عبادت و روزه و صیام و تلاوت و تراویح و تسبیحتون به درگاه خودش قبول بفرماید. در هر کاری خاتمه به خیر بشویم و حسن الخاتمه نصیب ما و شما و تمامی خواهر و برادر مسلمان بشود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، موفق و معید در دنیا و آخرت، محتاج دعای خیر همه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.